ضميري سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا. ومواقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرصتی دیگر و پیش اومد و سعادت دیگر یار ما شد تا با سلسله برنامه سیرت خلفای راشدین در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشم. همیشه من نکته ای رو در ابتدای برنامه ذکر می کنم که برخی از دوستان و عزیزان وقتی که سیرت خلفای راشدین رو می بینن، چه بسا این سوال و این مطلب برایشون پیش بیاد که شما چرا در رابطه با 1400 سال پیش صحبت می کنید؟ چرا در مورد مسائل روز؟ چرا در مورد فقر؟ چرا در مورد اختلاس و دزدی های ولایت فقیه؟ چرا در رابطه با مردم ایران که ولایت فقیه اجازه نداد واکسن وارد بشود و فوتبالیست‌های معروف و مشهوری جان خودشون رو از دست دادن، چرا در این زمینه‌ها صحبت نمی‌کنید؟ مسائلی که مردم باهاش دارن دست و پنجه نرم می‌کنند. من بارها به این سوال پاسخ دادم، یک بار دیگه پاسخ میدم و اون اینکه علتش بسیار واضح هست. برای اینکه آیت الله خامنه‌ای ولایت فقیه یک نظام ایدئولوژیک هست و با استدلال به زندگی علی ابن ابی طالب، با استدلال به زندگی پیامبر، با استدلال به قرآن، به انسانها به نام صیغه تجاوز می کنند. یک پنجم اموال مردم، یعنی 20% رو به نام خمس می گیرند و به نام همینا هست که در این 40 روز گذشته بیشتر از 20 نفر از فعالان بلوچ و اهل سنت اعدام شدند. و اونجایی که سید علی خامنه ای اجازه نمیده تا واکسن وارد کشور بشه و مردم دارن میمیرن، از زندگی علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه استدلال میکنه. من میخوام به شما بینندگان عزیز بگم که علی ابن ابی طالب بالاتر از علی ابن ابی طالب، قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ ارتباطی با اعمال و رفتار و کردار سید علی خامنه ای ندارن. حساب اینها رو از همدیگر جدا بکنید و ما به دنبال این هستیم که با بیرون کشیدن گلیم از زیر پای آخوندها به ملت ایران بگیم که این آخوندها دین ندارند، نه پیرو قرآن هستند، نه پیرو سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هستند و نه پیرو راه و روش علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هستند. در نتیجه خلافت علی ابن ابی طالب و دین اسلام رو میگیم تا اینکه بگوییم که اینها با اسلام سنخیتی ندارند و با اسلام ارتباطی ندارند. به این خاطر ما این سری مسائلشون میپردازیم و امروز در مورد خلافت علی ابن ابی طالب، به خلافت رسیدن علی ابن ابی طالب صحبت میکنیم. در جلسات گذشته ما در رابطه با خلافت ابوبکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، زندگی نامه این سه نفر پرداختیم، علی ابن ابی طالب به زندگیش پرداختیم که در دوران این سه خلیفه چگونه بود و صحبت از بیعت مسلمانان با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و به خلافت رسیدن ایشون کردیم که امروز این مبحث رو مقداری کاملتر و شفافتر خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی توضیح میدیم. ادامه مبحث سیرت خلفای راشدین هست و ما زندگانی پرخیر و برکت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، پسر عمو و داماد پیامبر خدا و یکی از عشره مبشره، 10 نفری که در دنیا بشارت به بهشت داده شدند، فاتح خیبر، شیر خدا، با ادامه زندگی این مرد بزرگ در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهم بود. امروز قسمت 19 از زندگی این مرد بزرگ هست که مبحث به خلافت رسیدن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه است. برخی از این مطالب رو ما در هفته گذشته ذکر کردیم، ولی به خاطر اهمیت موضوع
باز هم امروز به برخی از این مسائل میپردازیم که علی رضی الله تعالی عنه چگونه به خلافت رسید. برخلاف اون چیزی که آخوندها ادعا میکنند که علی رضی الله تعالی عنه امامت الهی داشت، نه، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در یک فرایند کاملا انتخاباتی و با شورای مهاجرین و انصار به خلافت رسید و مسلمانان بهش مراجعه کردند و هرگز در زندگیش چنین ادعایی رو نداشت. و بحث اولمون روش انتخاب علی رضی الله تعالی عنه است که در این زمینه صحبت میکنیم. ما متذکر شدیم که با به شهادت رسیدن عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، مسلمانان نزد علی ابن ابی طالب رفتند و از ایشون خواستند که بیایید و به عنوان خلیفه بیعت کنید. علی رضی الله تعالی عنه ابتدا نپذیرفت، گفت که دعونی والتمسو غیری، مرا رها بکنید به دنبال کسی دیگه بگردید. و بعد گفت که ان اکون وزیرا خیر لکم من ان اکون امیرا، من وزیر باشم برای شما بهتر هست. اشاره به این دارد که من در دوران ابوبکر و عمر و عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وزیر بودم و وکی امیر نبودم و این وضعیت برای شما بهتر هست. سرانجام با اصرار و پافشاری مسلمانان علی رضی الله تعالی عنه گفت حالا که اینطوری هست بیایید در مسجد تا اونجا با هم دیگه صحبت بکنیم. به مسجد رفتن و در اونجا مسلمانان و مهاجرین و انصار اهل حل و حق با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بیعت کردند و شایستگی علی رضی الله تعالی عنه برای خلافت مطلب دیگری است که ما معتقدیم که زمانی که عثمان رضی الله تعالی عنه به شهادت رسید دیگه فردی شایسته تر از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه برای خلافت وجود نداشت. به همین خاطر دیگه در دوران علی ابن ابی طالب هیچ بحثی نیست که مسلمانان به کسی دیگه مراجعه بکنند، بلکه تقریبا یک پارچه مهاجرین و انصار و مسلمانان به علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه مراجعه کردند. دلایل حقانیت خلافت علی، اهل سنت و جماعت بر این باور هستند که همونطوری که ابوبکر و عمر و عثمان توسط مهاجرین و انصار البته به شیوه های انتخاب مختلفی انتخاب شدند، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هم انتخاب شد و این خودش دلیل بر حقانیت خلافت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود خلافت بر منهاج نبوت. در حدیث صحیح فرمود که خلافت بر منهاج نبوت بعد از من 30 سال میشه و این 30 سال شامل دوران ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میشود. و نکته بعدی اعتقاد علی به انتخاب مردم نه امامت الهی، که ما همچنان تاکید میکنیم که تاکنون که سالهاست که علی ابن ابی طالب زندگی میکنه بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 25 سال گذشته، در کل طول این مدت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه برای یک بار هم ادعای امامت الهی نکرد و تا زمان وفاتش و شهادتش که به شهادت رسید هم یک بار نگفت من امامت الهی دارم. امامت الهی رو یهودیان درست کردند و تعدادی آخوند ازشون پیروی کردند و میان مردم منتشرش میکنند تا بین مسلمانان اختلاف بیاندازند. برای اینکه الان آخوندها و مراجع تقلید بر این باورند که کسی که امامت الهی رو قبول نداشته باشد کافر و مرتد هست و به همین دلیل صحابه پیامبر، همسران پیامبر، یاران پیامبر و میلیاردها مسلمانو که از 1400 سال تا کنون اومدن به جز پیروان خودشون همشون کافر و مرتد میدونن و این خودش اختلاف بزرگی در جامعه اسلامی ایجاد کرده. چیزی که اگر به خود علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هم مراجعه بشود و از علی رضی الله تعالی عنه مثلا گروه خوارج یا کاملیه یا نواسب بیایند و به آخوندها بگویند خیلی خوب شما میگید کسی که امامت الهی رو قبول نداره کافر هست، علی ابن ابی طالب هم امامت الهی رو قبول نداشته، در کجا علی ابن ابی طالب گفت من امامت الهی دارم؟ در نتیجه اگر معیار آخوندها رو در نظر بگیریم، علیاذ بالله، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و حسن و حسین همشون کافر میشن به دلیل اینکه هیچ یکی از این بزرگواران در هیچ کجا ادعا نکردند که ما امامت الهی داریم. پس اون چه مسلم هست، علی اعتقاد به انتخاب داشته و نه امامت الهی. نکته پنجمی که حائز اهمیت هست این هست که علی از پذیرفتن خلافت پرهیز میکنه و این خودش دلیل بر این هست که علی معتقد به امامت الهی نبوده. مگر میشود علی امامت الهی داشته باشد و شرایط برای امامت الهیش هم فراهم بشه و بعدش هم مردم مراجعه بکنند بگن بیایید که ما میخوایم شما رو به عنوان امامت الهی بپذیریم، علی بگه من نمیپذیرم. در نتیجه این تناقض داره و نمیتواند مطلب درست و صحیحی باشد.
نکته دیگر که بهش پرداختیم دلایل حقانیت خلافت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها من بعدی تمسکوا علیها و عضوا علیها بالنواجذ، شما سنت من و سنت خلفاء الراشدین بعد از من رو چنگ بزنید و محکم و با چنگ و دندان اینها رو داشته باشید و اجازه ندهید که دچار مشکل بشه. و ما عرض کردیم که خلفای راشدین طبق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوران 5 خلیفه هست و چون 30 پیامبر فرمودند، در حدیثی که ترمذی و ابو داوود روایت کردند و سندش هم صحیح است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خلافت بر اساس نبوت 30 است، سپس الله متعال پادشاهی را به هر کس که بخواهد عنایت میکند و میدهد. و این 30 گفتیم که شامل ابوبکر و عمر و دوران ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میشود. دلیل دیگری که دلیل بر حقانیت خلافت علی ابن ابی طالب هست، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکند که امت من 2 خواهند شد که از بین 2 از دین برگشتگانی پیدا می شود که کشتن آنها را گروه شایسته‌تر و نزدیک به حق بر عهده خواهد گرفت. این روایت می گوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیشینگویی کردند با وحی الهی که گروهی هستند که از اسلام خارج می شوند که اونها خوارج هستند. و بعدش فرمود در اون زمان امت به 2 تقسیم میشن، امت مسلمان 2 هستند، گروه حق و برحق کسانی هستند که با خوارج میجنگند و اون کسانی که با خوارج جنگیدن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و کسانی که در دوران خلافت از ایشون پیروی میکردن. این هم دلیلی دیگری بر حقانیت خلافت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. بعدش چند نکته لازم و ضروری است که در این مبحث ما داشته باشیم. اول اینکه خلافت چه از خلافت ابوبکر و چه عمر، چه عثمان و چه علی ابن ابی طالب، خلافت به طور کلی بر مبنای انتخاب و شوراست و این اعتقاد اهل سنت و جماعت هست، مبنی بر اینکه اهل سنت و جماعت بر این باور و بر این اعتقاد هستند که مسئله حکومت، مسئله خلافت بر اساس شوراست و اهل حل و عقد مسلمانان هر عصر و زمان امام رو، خلیفه رو یا حاکم رو انتخاب میکنن و بر این اساس صورت میگیرد و خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن رضوان الله تعالی علیه مجمعین بر این اساس انتخاب شدند. در مذهب در واقع آخوندها مراجع تقلید میگن نه، 12 به انتخاب الله متعال بودند که هیچ دلیلی، ما گفتیم از قرآن، از سنت، از سخنان خود علی ابن ابی طالب هیچ دلیلی در این زمینه وجود ندارد و نوعی دیکتاتوری رو بنا میکنند. بعد از اون هم میگن خب امام غائب بوده، امام غائب هم تا مدتی نائبانی داشته که باهاش ملاقات میکردن، الان هم نائبانی داره که بعضی میگن ملاقات میکنن، بعضی میگن ملاقات نمیکنن. خامنه ای خودش نائب امام زمان میدونه و بدترین نوع دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی رو داره اجرا میکنه و ملت ایران رو از خیرات کشور ایران محروم کرده و داره گروه گروه مردم رو اعدام میکنه و کسی جرأت نداره به ولی فقیه بگه بالای چشمت ابرو. پس مذهب اونها متکی بر دیکتاتوری هست، استبداد هست، فساد هست، اختلاس هست و دزدی هست و ما اهل سنت و جماعت معتقد بر مبنای انتخابات و شورا هستیم. در یک نظام انتخابی فساد نمیشه، دزدی نمیشه، رسانه‌های آزاد وجود دارند برای اینکه افشا بکنند کسانی رو که فساد میکنند، جنایت میکنند، ولی در یک نظام استبدادی که ولایت فقیه بالاترین نوعش هست استبداد وجود داره، ممنوعیت روزنامه ها وجود دارد. اگر روزنامه نگاری مانند روح الله زم فسادها رو، توسیها رو افشا بکنه، لاریجانیها رو افشا بکنه، فسادهای بیت رهبری رو افشا بکنه، خب ایشون رو با 1000 کلک و کولک با همکاری آیت الله سیستانی در عراق و آیت الله های خارج و داخل ایشون رو میروبایند و میارن داخل کشور و اعدامش میکنن، در حالی که ایشون با تهران مینشست و وقتی که فسادی رو افشا میکرد باش بهش جایزه میدادن، بهش کاپ طلا میدادن، باید بهش مدال میدادن به خاطر این افشاگری هایی که میکرد. ولی خب
از اونجایی که استبداد هست، از اونجایی که جنایت هست، از اونجایی که نظام مبتنی بر انتخابات نیست، یک انتخابات سوری و فرمالیته هست، ما فساد رو درش به صورت گسترده میبینیم. اگر در دنیای غرب و اروپا الان بحث دموکراسی و بحث انتخاب و شورا هست، اسلام 1400 سال پیش حکومت رو بر اساس شورا انتخاب کرده و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بر اساس شورا روی کار اومدن و این اون روشی است که اسلام و مسلمین میپذیرند. و نکته دومی که لازم و ضروری به نظر میرسد که ذکر بکنیم این مطلب هست که اهل حل و عقد در دوران خلافت علی ابن ابی طالب چه کسانی بودند. اهل حل و عقد در دوران علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه همان مهاجرین و انصار بودند. به این خاطر نامه‌ای که در نهج البلاغه وجود دارد و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه این نامه رو به معاویه، به امیر معاویه نوشت، گفت نگاه کن مرا همون کسانی انتخاب کردند که ابوبکر و عمر و عثمان رو انتخاب کردند. و بعدش فرمودند مهاجرین و انصار، فرمودند من همون مهاجرین و انصاری به خلافت انتخاب کردند که ابوبکر و عمر و عثمان رو انتخاب کردند. و فرمود ان فی ذلک لله رضا، این رضایت خدا در همین هست، یعنی رضایت خدا در انتخاب کسانی است که مهاجرین و انصار انتخابش کرده باشند و من علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو هم مهاجرین و انصار انتخاب کردند. در نتیجه در اون موقع ظاهرا به این صورت بوده که مسلمانان اهل و حل عقد اون زمان مهاجرین و انصار و سران مسلمانان بودند که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در مدینه انتخاب کردند. نکته دیگر بحث حقانیت علی ابن ابی طالب هست که ما گفتیم و امام خلیفه و امیرالمومنین که به ما در جلسه گذشته هم یادآوری کردیم که به خلیف خلفای راشدین امام گفته میشه به عنوان که پیشوای دینی مردم هستند و پیشوای سیاسی مردم هستند. خلیفه هم گفته میشود بدین معنی که جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستند. و امیرالمومنین هم گفته میشه به این دلیل که اینها بر مؤمنین علی بودند. و نکته بعدی که علی ابن ابی طالب از خلافت پرهیز میکنه، این بزرگترین دلیل بر این هست که علی رضی الله تعالی عنه نه تنها اینکه ادعای امامت الهی نداشت، بلکه وقتی که ادعای امامت الهی رو برایش مطرح کردن ایشون سر باز زد و این نکته رو نپذیرفت. پس اون چه که ما از ابتدای حیات علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه تا این لحظه که مسلمانان و اهل حل و عقد ایشون رو به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انتخاب کردن، علی هرگز ادعای امامت الهی نکرد و نداشت و بعد از این همچین ادعایی نکرد. در واقع بزرگترین دروغی که در تاریخ گفته شده همین امامت الهی است که بعد از اون زایده این دروغ مهدی است که میگن خب فرزند حسن عسکری 11 غائب شده و الان هم خامنه‌ای خودش رو جانشین و ایشون میدونه و تمام جنایت ها، تمام اختلاس ها، تمام دزدی ها، تمام فساد هایی که در کشور ما داره صورت میگیره نتیجه این نگرش و این بینش هست و این بینش هست که در واقع ما رو داره به سوی نابودی میبره، جنگ فرقه‌ای به راه انداخته، مسلمان کشی به راه انداخته و فسادهای زیادی رو ایجاد کرده. در نتیجه باید گلیم رو از زیر پای آخوندها بکشیم، به مردم مسلمان ایران بگیم که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه امامت الهی نداشتند، هرگز در زندگی چنین ادعایی نکردند، بلکه به عنوان خلیفه چهارم توسط مسلمانان، مهاجرین و انصار، اهل حل و عقد انتخاب شدند. این کل ماجراست و چیزی بیشتر از این نیست. تمام این حاشیه‌های رو که آخوندها درست کردند، مثل امامت الهی، مثل خمس، مثل صیغه، مثل صیغه زنی، مثل چاقو زنی، مثل گنبد و بارگاه، همه این چیزها رو که درست کردن، در زندگی علی ابن ابی طالب اثری از این امور وجود ندارد. ندای غیر الله در زندگی علی ابن ابی طالب اثری از اینها وجود ندارد. اینها آخوندها رو درست کردن برای در واقع شکم و زیر شکم که مردم رو در واقع جانشون رو، مالشون رو و ناموسشون رو به شیوه های مختلف بیغما ببرند. و برای اینکه بفهمید که آخوندها و موجودات و این ایدئولوژی و این تفکر چه تفکری است، به 42 سال گذشته و حکومت آخوندها نگاه بکنید که چه بلایی بر سر ملت ایران آوردند. یک میان برنامه میبینیم و در ادامه هم واتساپ برنامه زیرنویس میشه، شما میتونید پیام های واتساپی چون رو در عرض یک دقیقه حداکثر تا 1.5 دقیقه بگذارید که ما پیام های شما رو پخش بکنیم و همچنین شماره تماس های تلفن و برنامه زیرنویس میشن و شما میتونید تماس بگیرید و دیدگاه هایتون رو در رابطه با
علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بگید. یک میان برنامه میبینیم و در ادامه در خدمت شما بینندگان عزیز با سوالات و پرسش‌های شما خواهیم بود. آن شنیدستی که پیغمبر به گفتا این سخن، نهتن از یاران من اهل بهشتند بعد من. تلحت الخیر است و آن دیگر زبر شمشیر دین، آن سید و آن دگر عثمان جمله اهل دین. عبدالرحمن زد و بوبکر است منظور نبی، آن دگر فاروق بود از بو عبید بو علی. آن دگر فاروق بود از بو عبید بو علی. گر تو هستی اهل دین ای ره رو به راه نبی، واجب است تکریم آن اصحاب بالای نبی. واجب است تکریم آن اصحاب بالای نبی. چون کلام حق منزل گشت بر قلب رسول، مستمع اصحاب بودن تو بخوان حکم رسول. آن که بین امت احمد شکاف ایجاد کرد، دید در کفشش بود و کافر از این دنیا برد. دین هر گر ماندگار است ای برادر این زمان، حاصل جهد و تلاش آن صحابه است و بدان. گر تو خواهی خیر این دنیا و عقبا را بری، لاجرم فرمان اصحاب و پیمبر را بری. دین هر گر ماندگار است ای برادر این زمان، حاصل جهد و تلاش آن صحابه است و بدان. گر تو خواهی خیر این دنیا و عقبا را بری، لاجرم فرمان اصحاب و پیمبر را بری. گر تو هستی پیرو زهرا و اولاد علی، چون علی باید تو باشی در پی حکم نبی. ای پسر دوری کن از بدعت تو در دین خدا، چون که بدعت آید از در می رود لطف خدا. ای پسر دوری کن از بدعت تو در دین خدا، چون که بدعت آید از در می رود لطف خدا. چون که بدعت آید از در می رود لطف خدا. چون که بدعت آید از در می رود لطف خدا. چون که بدعت آید از در می رود لطف خدا. چون که بدعت آید از در می رود لطف خدا. خیر القرون مواقفا و مثالا، تبع الرسول اذا سعى او قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فما مر فينا ذكرهم يتعالى. رحلوا والقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا. ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. جيل الصحابة لا بديل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، برنامه خلفای راشدین رو می‌بینید. سیرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و اینکه علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در تمام زندگی و سراسر زندگی خودشون یک بار هم ادعای امامت الهی نکردند، بلکه علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه
کاملا در یک فرایند انتخاباتی مسلمانان بهش مراجعه کردند بعد از شهادت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، و ایشون با انتخاب مسلمانان به خلافت رسید. در نتیجه مقوله‌ای به نام امامت الهی که آخوندها و مراجع تقلید ازش استدلال میکنن و بر این اساس امام غائب درست کردند و خودشون رو نائبان امام زمان درست کردند تا اینکه خمس بگیرند و صیغه بکنند، این هیچ ثبوتی در دین مبین اسلام، در قرآن، در سنت پیامبر و همچنین در سخنان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ندارد. اینها رو دشمنان اسلام درست کردند تا اینکه بین مسلمانان شقاق و نفاق و اختلاف بیندازند و تا حد زیادی موفق شدند. ما امروز می‌بینیم که این ایدئولوژی باطلی که آخوندها و مراجع تقلید برش هستند، چه جنگ‌های مذهبی که به راه نینداختند و چه فسادی در روی زمین ایجاد نکردند و کشور ایران رو، کشور خودمون رو و مردم ایران رو به چه روزی که نینداختند. فقر و فلاکت و گرسنگی و گرفتاری‌هایی که در کشور ایران شما امروزه می‌بینید، اختلاس‌ها و دزدایی‌هایی رو که شما می‌بینید، همه اینها نتیجه در واقع ولایت فقیه هست، نتیجه ایدئولوژی امامت الهی است که هیچ گونه ثبوتی ندارد. ولایت مطلقه فقیه هم در واقع ادامه و استمرار همون امامت الهی است که امروز ما داریم چوبش رو می‌خوریم. آخوندها درستش کردن و امروز ما به شیوه های مختلف داریم چوب این مطلب رو میخوریم. تماس های شما بینندگان عزیز رو میشنویم و ببینیم که شما بینندگان عزیز چه صحبت هایی رو دارید. شماره تلفن ها زیرنویس شدن. امیدوارم تا لحظات دیگه واتساپ برنامه هم زیرنویس بشه و ما بتونیم هم تماس های تلفنی شما عزیزان رو داشته باشیم و هم پیام های واتساپی شما رو پخش بکنیم. نخستین بیننده ای که در خدمتشون هستیم آقای احمد از ایران. درود بر شما آقای احمد، بفرمایید. آقای احمد درود بر شما، بفرمایید. خب متاسفانه آقای احمد قطع شدند. آقای امید از ایران، درود بر شما آقای امید، بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای ترشابی. سلام بر شما آقای امید، بفرمایید. آقای ترشابی، نسبت دادن تمام مشکلات به اینکه و همچنین فوت چند بازیکن فوتبال به اینکه هنوز واکسن کرونا به ایران نرسیده، این یک کار تبلیغاتی و پروپاگاندای رسانه‌ای است. جناب آقای ترشابی، در ایران ما دست پیدا کردیم به ساخت و تولید کرونای ایرانی. یک بار خبر این رو در شبکه‌تون منتشر کردید یا نه؟ فردا واکسن روسی هم به ایران میاد. این رو هم میتونستید پخش کنید همین فردا واکسن این پخش میشه در... این آقای امید این پخش میشه ولی پخش اون چه مسلم هست، اجازه بده آقای امید، اون چه مسلم هست افرادی که دارند فوت میکنند خامنه ای مسئولش هست، برای اینکه خیلی از کشورهای همسایه واکسن زدن، میلیون ها نفر رو واکسن زدن در حالی که خامنه ای اجازه نداد واکسن های برخی از واکسن های اروپایی آمریکایی بیان. ولی خب البته این جای خوشحالی هست، امیدوارم که حالا واکسن روسی هم، واکسن اسپوتنیک وی روسی هم ظاهرا نظر علمی در همین یک دو روز گذشته تایید شده و در واقع گزارشات تجربه مرحله سومش پخش شده و نشون میده که واکسنی امن هست و تاثیرگذاریش هست، مناسب است. امیدواریم که واکسن بیاد و مردم ایران ازش بهره ببرند. ولی واقعیت این هست که شما نمیتونید در واقع این برخوردهای نادرست خامنه‌ای رو در این زمینه نادیده بگیرید. گرچه خامنه‌ای هم گفته بود که ما واکسن بریتانیایی هم اجازه نمیدیم، ولی در واقع الان هم یکی از واکسن‌های دیگه هم که داره وارد میشه واکسن آسترازنکا هست که این واکسن مربوط به سوئدی بریتانیایی هست. امیدوارم این اتفاق بیفته آقای امید، بفرمایید. خب قطع کردند آقای امید. آقای موحد از ایران، درود بر شما آقای موحد، بفرمایید. سلام و درود بر شما استاد عزیز، درود بر شما آقای ترشاوی گرامی، خسته نباشید در کنار توحید که ان شاء الله موفق و معلیت که شبونو زحمت بکشید. اگر اجازه بفرمایید یک قطعه یک نصف ورقی از صفحه کتاب شاه اسماعیل صفوی، شاه اسماعیل اول، خدمت شما و بیرندگانی که بسیار مشتاق معلومات هستند من برایشون توضیح میدم. استاد عزیز، این شاه اسماعیل اول پادشاهی با اثرهای دیرپای در ایران و ایرانی
دکتر منوچهر پارسا دوست خدمت شما میگم، اینا نه اهل تحقیقن، نه اهل توجهن، نه اهل تاریخ خودشونن، نه اهل قرآنن، نه اهل حدیثن، نه اهل شعرن، نه اهل مطالعهن، یعنی هیچی نیستن، فقط لفبازی خوب بلدن، لفبازی در هر شرایطی، هر خصوص الان که دیگه جامعه شده رسانه ای لفبازی بلدن، مثل همین حضرت آقایی که اومد الان تعریف کرد. من خدمت شما خلاصه میکنم در برنامه تو یه چیزی با مستفاد میشود که در برخی از موردهای پیروزی یک فرد یا یک قیام در قدرت لیاقت و تدبیر طرف پیروز نبوده، بلکه بیشتر در ضعف و بیکفایتی طرف دیگر و پراکندگی نیروهای مخالف بوده است. اگر محمود افغان به جای شاه سلطان حسین نالایق که غرق در خرافه های مذهبی بود و اکثر وقتهای خود را با زنان حرمسرای خود که بالغ بر 5000 عقدی و سیخهی بودند می گذرانیده است، شاه اسماعیل اول و با شاه اسماعیل دوم و شاه اسماعیل دوم و شاه عباس اول ایران حمله می کردند و با قاطعیت می توانه محمود افغانی را به آن تعداد اندک را شکست بدهد. اما وجود بعضی ملوک طوایفی و نبود یک قدرت متمرکز نیرومند در ایران عاملهایی بود که پیشرفت سریع شاه اسماعیل را تسهیل کرد. چهار، در زمانی که شاه اسماعیل مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد، یعنی 500 سال قبل، یعنی 96 هجری، قبل از این آقایی کتاب نوشته 99.5% اهل سنت بودند. حالا ببین چیکار کرده. علاوه بر سنی بودن اکثر مردم ایران و اکثر امیرانی که با آنان حکومت میکردند، دولت‌های مهم همسایه ایران، همسا عثمانی در غرب، کشور و تیموری در ماوراء النهر هرات و خراسان سنی بودند. وقت بزرگ شاه اسماعیل آن بود که در سال تاجگذاریش در 907 هجری با یزید دوم سلطان عثمانی بود که او سلطان مزاحمتجو و مناقبی بودند و دوستان فلسفه و علوم بود. سلطان حسین با اخلاق تیموری نیز با کمک وزیر دانشمندی امیر علی شیر نوایی همواره با آبادانی کلاوره به خود رونق کشاورزی و بازرگانی متشکرم از ادبیات و عالمان توجه خاصی داشت. قصه من خلاصه کردم، نمیخونم. برید این کتابا بخوانید تا بدانید که به چه روزی افتادید. امروز همون بازماندگان صفوی، همون گاهی که در صفوی اینا را بنیان نهاد، به همین جنایت میگه در 850 سال قبل که احراب اون موقعی که به ایران حمله کرد، همه مردم خواهان اسلام بودن، از ظلم ساسانیان که به هیچ وقت به کسی ظلم نمی کرد، از هیچ کس، ولی مومنان ساسانی تمام جایزه می گردن و شلاخ می زنن و هیچ کس هم حق تصرف املاک نداشت. ببین چی بوده و الان چه شده، این همون موقع. متشکر و ممنون آقای موحد عزیز و همه اطلاعاتی رو که در اختیار ما قرار دادید. بله، اینها همون فرزندان صفوی های جنایتکار هستند. آقای عباس از کرمان، درود بر شما. آقای عباس بفرمایید. سلام علیکم آقای ترشابی، وقتتون بخیر. علیکم السلام، عاقبت بخیر آقای عباس، در خدمت شما هستم، بفرمایید. آقای ترشابی، آیات متعددی داریم که معمولا در اواخر آیات مبارکه میفرماید خداوند متعال که ان الله یحب المتقین یا یحب المتطهرین یا یحب المحسنین به امثال اینها. بله. من سوالم این هست که چرا خداوند متعال به دب و شیوهی که شما دارید یک جا هم نگفته ان الله یحب الصحابه به صورت مطلق؟ و آیا خداوند از برخی صحابه که کارهای اشتباه داشتن از اونها هم، از اون کار اشتباهشون هم راضی و خوشنود هست یا نه؟ فقط از کارهای زیبای اونها خوشنود هست؟ نه، الله متعال آقای عباس آقای عباس، اولا که از دیدگاه ما همه صحابه متقی بودند، همه صحابه محسنین بودند، همه صحابه اینطوری بودند. چرا؟ برای اینکه خداوند گفته و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنهم، پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که از اونها به خوبی پیروی بکنند، خدا از اونها راضی است، اونها از خدا راضی هستند. اما سوال آخرتون، درش اینها متقی بودند، اگر متقی نبودند خدا از اونها اعلام رضایت نمی کرد. اگر اینها پرهیزگار نمی بودند خدا نمی گفت لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، درباره بیت رضوان. در چه متقی بودند، اینا محسنین بودند، اینا نیکوکاران بودند. اما آیا از دیدگاه ما صحابه معصوم بودند؟ خیر.
آیا خداوند اگر یک صحابی کار اشتباهی، کار خلافی انجام داده، از اون کار خلافش خوشنوده؟ نه. ولی ما معتقدیم که ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی‌ها بدی‌ها رو از بین می‌برند. صحابه با جهادی که در کنار پیامبر کردند، تلاشی که کردند، اسلام رو گسترش دادند، به اندازه حسنات و نیکی انجام دادند که اشتباهاتی اگر داشتند، که قطعا اشتباهاتی داشتند، اون اشتباهات رو خدا میبخشد. و ما غیر از انبیا کسی دیگر رو معصوم نمیدونیم. نمیدونم آقای عباس روز خطه؟ آیت و شابی عزیز. مطالبی که اومده، مثلا بعضن برخی از صحابه مثلا خدا نکرده شرابخواری و دزدی کردن، اینها خلالی به تقوای اونها وارد ثابت نیست. آقای عباس، در تاریخ اسلام ثابت نیست که صحابی بعد از اینکه حرمت شراب نازل شده باشه شراب خورده باشد یا دزدی کرده باشد. چنین چیزی ثابت نیست. خب ما به وقت ملکوتی اذان عصر به افق تهران نزدیک شدیم. تهرانی که از داشتن مسجد اهل سنت درش محروم هستند و اجازه نمیدهد نظام تهران، نمازخانه هایی هم که در تهران وجود دارند، نظام تهران اجازه نمیده که در داخل بلندگوها اذان اهل سنت بلند بشود، وحشت داره. این اذان رو با یکدیگر میبینیم و میشنویم و بر میگردیم. در ادامه ارتباطات شما بینندگان در خدمت شما خواهیم بود. پروردگار هستی بخش، آیا درباره جهان هستی، نوآوری‌ها، دقت‌ها و استحکام موجود در آن فکر کرده اید؟ ستارگان، کهکشان‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها، انسان‌ها، حیوانات، پرندگان، ماهی‌ها، همه اینها آفرینش پروردگار هستی بخش هستند. آن هستی بخشی که با ابداع زاید الوصف و قدرت بیکرانش مخلوقات را به وجود آورد. الله متعال خالق است، بدین معنا که برای آفرینش برنامه ریزی و طراحی می نماید و هستی بخش است، یعنی آنچه را طراحی کرده ایجاد می نماید. چه بسا برخی انسان‌ها از توانایی طراحی و برنامه ریزی بالایی برخوردار باشند، اما توان اجرای آن طرح و برنامه را نداشته باشند. ولی الله متعال هم قدرت طراحی دارد و هم قدرت اجرا و ایجاد. پروردگار هستی بخش جهان را بدون هیچ عیب و نقصی آفریده است. الله متعال می‌فرماید: پروردگاری که هفت آسمان را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است، به گونه‌ای که در آفرینش پروردگار مهربان هیچ گونه خلل و تضاد و عدم تناسبی نمی‌بینی. پس دوباره بنگر و خوب دقت کن، آیا هیچ گونه خلل و رخنه‌ای مشاهده می‌کنی؟ باور داشتن به اینکه الله متعال جهان هستی را بدون هیچ گونه عیب و نقصی آفریده است، باعث یکتاپرستی، تعظیم، بزرگداشت و اثبات صفات کمال پروردگار می‌گردد. ذاتی که هستی را با این زیبایی و دقت آفریده است، بدون شک و تردید، زنده، پاینده، توانا، دانا و با حکمت می‌باشد. در تاریخ آمده است که یک بادیه نشین بر اساس فطرت پاکش گفت: رد پای انسان‌ها نشانه وجود راه است. آیا آسمان با این برج‌هایش، زمین با این راه‌هایش و دریا با این امواجش نشانه وجود پروردگار ریزبین و آگاه نیست؟ کسی که اعتقاد داشته باشد که الله متعال هستی بخش است و موجودات را آفریده، از بدی مخلوقات به او پناه می‌برد. در سخنان گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که می‌فرمود: اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و من شر ما يعرج فيها و من شر فتن الليل والنهار
ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. از بدی آنچه که الله متعال آفریده پراکنده ساخته و نوآوری نموده و از بدی آنچه آسمان فرو می فرستد و از بدی آنچه به آسمان صعود می کند و از بدی فتنه های شب و روز و از بدی هر وارد شونده‌ای در شب مگر اینکه به خیر و نیکی وارد شود، ای پروردگار مهربان، به کلمات کامل تو پناه می برم. وزهت بهم دنيا الأنام دلالا جيل الصحابة لا بديل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف. خب اذان عصر رو به افق تهران میشنیدید، کلان شهری که اهل سنت از داشتن یک مسجد درش محروم هستند و در نمازخانه های استجاری هم که در اونجا وجود داره اجازه نمیدند که اذان از بلندگوها پخش بشه. خب بیننده بعدی رو میشنویم. آقای یاسین از ایران، درود بر شما. آقای یاسین بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام آقای یاسین، بفرمایید. شما خوب آقای ترشاوی؟ ممنون و متشکرم. ممنون که وقت دادید که بشه صحبت کرد. من این جمله رو به شما بگم که من خواستم با شما یک مقداری صحبت کنم. بفرمایید. و این رو بگم که من از شما میخوام که بین صحبت کردن من لطف کنید، تلفن رو قطع نکنید. تلفن آقا یاسین، تلفن قطع نمیشه، تلفن قطع نمیشه هرگز، ولی چنین تعهدی به شما نمیدیم که شما هر چه خواستید صحبت بکنید و ما دخالت نکنیم. اینجا گفتگوی دو طرفه است. بفرمایید. خیلی ممنون. آقای ترشاوی، شما میگید در 42 سال پیروزی انقلاب اسلامی مردم در دهه زجرن، در زجرن، همون که تایتلی که بالایه. آقای ترشاوی، من میخوام از شما یک سوال بپرسم. بفهم. در بلاد اسلامی حاشیه خلیج فارس، کشور عربستان سعودی، که میبینیم رئیس جمهور احمق ترامپ، آمریکا آقای ترامپ، میاد به یک ملت مسلمان، بله ما اونها سنی هستن، ما اختلافات داریم، اما به اونها میگه گاو شیرده. این توهین کمی نیست آقای ترشاوی. شما میگویید ایران فلان است. ایران عزیز است. خب اجازه بده آقای یاسین. آقای یاسین، ایران اگر عزیز می بود، اگر این قضیه تنها بر عربستان سعودی صدق می کرد، من به شما حق می دادم که شما اینطوری صحبت بکنید. ولی ایران عزیز نیست. ایران ذلیل. اجازه بده من توضیح بدم. ایران ذلیل تر است. اگر برای اونا ذلیل باشند، ایران ذلیل تر است. اگر شما میان پوتین روسیه مقایسه بکنید و آمریکا، حالا با تمام رئیس جمهورهایش، قطعاً تمام دنیا میداند که در بحث حقوق بشر، در بحث مسائل انسانی، در بحث مسائل اخلاقی، دنیای غرب و دنیای آمریکا بر روسیه شرف داره، 10 برابر شرف داره. در نتیجه اگر عربستان سعودی روابطی با در واقع آمریکا و اروپا داره، من دفاع نمی کنم البته از عربستان سعودی، نمیخوام هم دفاع بکنم، موضوعش هم به ما ربطی نداره، ولی من میخوام اینو بگم، اگر اون کار بدی هست، کاری که خامنه ای در خدمت پوتین هست به مراتب بدتر هست. خامنه ای در کنار پوتین دست به دست هم دادند. قاسم سلیمانی جنایتکار به روسیه رفت و پوتین در سوریه آورد، در کنار یکدیگر دارند آدم میکشند. خامنه ای جنایتکار که میگه من طرفدار مستضعفان جهان هستم، همین الان گزارش های غربی دارن منتشر میشن که به هزاران زن چینی، مسلمان چینی داره تجاوز میشه. خامنه ای یک کلمه در این زمینه حرف نمیزند.
زمانی که پوتین مسلمانان رو در چچن، در اینگوش، در این جمهوری‌های آسیای میانه قتل عام کرد، خامنه‌ای جنایتکار یک کلمه انتقادی هم حرف نزد. در شبتر بذارت این ذلت نیست، این خاری نیست، این جنایت نیست که خامنه‌ای داره انجام میده. کجای خامنه‌ای عزیز هست؟ میلیاردها دلار پول ملت ایران رو به جیب پوتین ریخت برای هسته‌ای، برای جنگ سوریه، برای جاهای مختلف. به نظرت این ذلت و خاری نیست؟ آقا خب آیه بذار من حالا لطف کنین من صحبتام رو بکنم، قطع کردم. بفرمایید آقای. بله خیلی ممنونم از شما، میخوام ببخشید. نگاه کنید، گفتید که آیت الله خامنه‌ای بعد از حوادث میانمار گفتید در شرق واسه صحبتی نکرد، ایشون صحبت کرد گفت فاتحه جایزه نوبل رو خود آقای یاسین من ازت پرسیدم که چرا خامنه‌ای با پوتین اتحاد تشکیل داده و مسلمان میکشه؟ چرا علیه چین، مسلمانانی که در چین دارن شکنجه میشن، یک کلمه حرف نمیزه؟ ایشون که آزادی خواه هست. عربستان که نمیگه من مدافع حقوق مسلمانان جهان هستم، ولی خامنه‌ای میگه من مدافع حقوقشون هستم، مدافع مستضعفین هستم. اگر این سکوت ها و همراهی ها ذلت و خاری نیستن، پس چی هست؟ خب آیه شما فرمودید سکوت ها ذلت و خاری نیست. من ذلت و خاری رو در کجا میبینن؟ که سران کشورهای عربی که اینا آبروی دنیای عرب رو بردن، دنیای عربی دنیای شرافتمنده، آبروی دنیای عرب سگ سران کشورهای عربی. من میخوام اینو بهت بگم که سگ سران کشورهای عربی بر خامنه‌ای شرف داره، به دلیل اینکه ناموس مردم رو به نام صیغه و به نام دین بیغما نمیبرند، یک پنجم اموال مردم رو به نام خمس بیغما نمیبرند، به دلیل اینکه به خدا شرک نمیورزند، شرک رو در میان پیروانشون تبلیغ نمیکنند. حالا در سیاست مشکل دارن، ظلم میکنند، ستم میکنند، کارهای دیگه میکنند، این بماند. ولی در ایران خانه از پای بست و ایران است. حداقل اگر در کشورهای عربی اونطوری که شما میگید مردم دینشون به تعبیر شما مثلا مشکل داره از نظر سیاسی، که از نظر ما اونطوری نیست، حداقلش اینه که مردم سیرن دیگه، کسی نمیره تن فروشی بکنه به خاطر اینکه به پول برسه، اونطوری که امروز در ایران خامنه‌ای مردم رو دچارش کرده. بله آقای یاسین، خب به همین اندازه اکتفا میکنیم. آقای یاسین من فکر میکنم مسئله بسیار واضح و روشن هست و اتاق فرما میگن هم خودتون قطع کردید، ما قطعش نکردیم. به هر حال مسئله بسیار واضح و روشن هست. اگر ما نکات رو با هم دیگه مقایسه بکنیم در کشورهای عربی، قطع نظر از همه مسائلی وجود داره، توحید وجود داره، یکتاپرستی وجود داره، که در ایران خامنه‌ای مروج شرک و کفر و بیدینی است. در کشورهای عربی هیچ کسی رو به نام دین نمیگن برو صیغه بکن، ولی شما به نام دین مردم میفرستید که صیغه بکنن. صیغه عراقی ها میدید، صیغه لبنانی ها میدید، ایرانی های شریف رو در واقع دارید اینطوری بی اغما ببرید. در کشورهای عربی یک پنجم اموال مردم رو به نام خمس کسی نمیگیرد، شما یک پنجم اموال مردم رو به نام خمس میگیرید. فساد و اختلاسی که در ایران و عراق، دو تا کشوری که در اختیار ولایت فقیه هست، وجود دارد، برید آمار و ارقام سازمان شفافیت بین الملل رو بخونید. فساد و فحشایی که در این دوتا کشور، ایران و عراق، فساد مالی که وجود داره، در هیچ یکی از کشورهای عربی دیگر وجود ندارد. در نتیجه شما مملکت رو به نابودی رسوندید. بله بیننده بعدی مجید از تهران. درود بر شما آقای مجید، بفرمایید. درود بر شما آقای ترشابی. سلام بر شما آقای مجید، بفرمایید. من به این که شما مخالف نظام جمهوری اسلامی هستید رو درک میکنم و کاملا میفهمم، ولی این که برای جان مردم ارزش قائل نباشید و برخلاف موضع‌گیری که علمای اهل سنت کردن و گفتن که واکسن آمریکایی ما نمیخوایم، ولی شما آقای مجید میتونید توضیح بدید کدوم عالم از علمای اهل سنت، از علمای مطرح، چون من ندیدم جایی، بین خاطر ازت میپرسم، میتونید آقای مجید که بگید کدوم عالم از علمای مطرح اهل سنت کشور گفتند که واکسن آمریکایی حرام هست، ممنوع هست، و بعدش هم اسمشو بگید و مکانی که این فتوا رو درش صادر کرده؟ شما در کجا دیدید چنین فتوایی رو؟ مولوی برزگر رو شما سرچ کنید. مولوی برزگر کیه؟ مولوی برزگر کیه؟ چه کاره هست؟ میتونید توضیح بدید ایشون چه کاره هست؟ ببینید شما رفتید، شما آقای مجید شما رفتید، من که نمیدونم، من که اسمی بنده خدا رو نشنیدم، ولی شما ببینید علمای اهل سنت یک دارالفتا دارن در جنوب کشور، هیئت علمای جنوب شامل استان هرمزگان و
استان بوشهر و استان فارس هست، یا هیئت فتوا اونجا وجود داره که اهل سنت بهش اعتبار میکنند و معتبر از سخنشون. یک هیئت فتوا در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در واقع علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان و در خراسان مجموعه فتوایی دارند که البته اون جنوب شافعی هستند، اینجا حنفی هستند. فتوایی که از اون دارالافتا صادر بشه معتبر هست. در شمال کشور مولانا گرگیج هست با مجموعه‌ای که در اونجا وجود داره، فتوایی که از اونجا صادر بشه معتبر هست. در کردستانات علمای برجسته کردستان امثال کاکسن امینی حاکم شهر مردمی کردستان وجود دارد. حالا شما یه ملای روی گوشه پیدا کردید که ایشون خامنه‌ای غلطی کرده، ایشون هم حرف خامنه‌ای رو تکرار کرده، اون شما نمیتونید به پای اهل سنت بگذارید. مراجع فقهی، منابع فقهی، شخصیت‌های فقهی اهل سنت خیلی معروفند. آقای مجید، آقای ترشابی، ما موسی ابن الخیاط امام جمعه. آقای مجید، من مراجع فقهی اهل سنت رو در جاهای مختلف ذکر کردم. حالا یا آخوندی یه ملا یک جایی حرفی زده، اون از دیدگاه اهل سنت اعتباری ندارد. حالا چه این ماموستا باشد در کردستان، چه یک ملا و مولوی باشد در بلوچستان، و چه هم یک شیخ یا ملا در جنوب کشور باشد، مراجع فقهی اهل سنت معروف هستند. شخصیت های مطرح اهل سنت که مردم ازشون حرف شنوی دارن معروف هستند، و شما نمیتونید از هیچ یکی از شخصیت های مطرح اهل سنت مطلبی بیارید که گفتن واکسن آمریکایی ممنوع است. بلکه در کل جهان اسلام مراکز فتوا دادن که واکسن استفاده اش هیچ اشکالی نداره. خب ادامه صحبتاتو بگید. حالا از این بگذرید، ادامه صحبت چی هست؟ آقای ترشابی، من آخرین حرفم اینه، شما علنا اگه نپری تو حرفم بازم، علنا گفتی که هر کسی که مخالف نظر شما باشه یک ملای گوشه کنار، ولی هر کی من میگم اون کسی، کسانی که شما ازش اسم میبرید جز شخصیت‌های مطرح اهل سنت نیستن، ملاهای حاشیه‌ای هستند. حالا من نمیدونم این بنده خدا البته این حرف زدند یا نزدند، ولی شما به موضوعی که میخواید مطرح بکنید، حالا این قسمت من فکر میکنم مردم دیگه متوجه شدند و فهمیدند. موضوعی که شما میخواید مطرح بکنید بعد از این چی هست؟ من بعد از این مهمترین حرفم اینه، سقز شهر مهمیه، شهرهای به قولی متشکر آقای مجید. در واقع شما میخواید برگردید و همین موضوع رو از دوباره که ما جواب دادیم پیرامونش صحبت بکنید. آقای عبدالله از ایران، درود بر شما. آقای عبدالله بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان شبکه تجدید طلب کلمه. درود بر شما آقای عبدالله. آقای عبدالله از همین اول با تهمت وارد نشید. شبکه جهانی کلمه شبکه تجزیه طلبی نیست. البته در شبکه جهانی کلمه دیدگاه‌های سیاسی مختلف مطرح میشن و مردم ایران حق انتخاب دارن، همونطوری که آقای عبدالله شما هم الان دیدگاه تو داری مطرح میکنید، ولی نیازی نیست که ما موافق دیدگاه شما باشیم. اتاق فرما میگن خودتون قطع کردید و صحبت نکردید. آقای موسی از ورامین، درود بر شما. آقای موسی بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما. من یه موضوع خیلی مهمی رو الان مطرح کنم به داخل شبکه کلمه. مردم اروپا اعلام کردن که حاضر فداکاری کردن که واکسن کرونا رو اول مردم خاورمیانه بزنن. با این حال که افرادی که آقای موسی چی گفتید؟ آقای موسی چی گفتید؟ من متوجه نشدم چی فرمودید؟ اروپا و آمریکا اعلام کردن حاضرن فداکاری کنن که واکسن کرونا رو اول مردم خاورمیانه بزنن. چنین چیزی این حرف از کجا میزنین آقای موسی؟ تا جایی که من میدونم برعکس، اروپا داره قانون تصویب میکنه که واکسن های اروپایی رو سعی بکنید از اینجا خارج نشن. انگلیس تا حالا حدود 10 میلیون نفر رو واکسن زده. در آمریکا هم جریان واکسیناسیون به شدت جریان داره. در سایر کشورهای اروپایی همینطوری، اتفاقا از شرکت‌های در واقع فایزر و مدرنا و اینها شکایت کردند که شما سر وقت واکسن به ما تحویل نمیدید، دارید به دیگران میفروشید. این اطلاعات شما از کجا میارید که اروپا؟ سوال منم جواب بدید الان. ببین، سوال اینه که چرا هیچ کدوم از لیدرهای مظلوم ما که این میان میگن واکسن بخرید، از اروپا از آمریکا گیر انداختن به این که واکسن بخرید، چرا خود این افراد تا همین امروز واکسن نزدن؟ فقط میگن که ایران، مردم ایران. از کجا آقای موسی؟ اولا کسانی که خارج هستند که شما اطلاع ندارید، ببینید اطلاعاتو دقیق بدید به مردم. اولا شما اجازه بدید آقای موسی، شما اولا اطلاع ندارید که کسانی که در خارج از ایران هستند
ایرانیانی که خارج از ایران هستند و خواهان این هستند که باید برای ایرانیان واکسن خرید بشه، شما اطلاع ندارید که اونها واکسن زدند یا نزدند. این حرفی که میزنید حرف نادرستی است. کسانی که در داخل هستند که عملا برایشون امکان واکسن زدن فراهم نیست. آقای موسی؟ آقای ترشاد. بله بفرمایید. آقای ترشاد. بفرمایید. نمیدونم چرا شبکه کلمه خوب اصلا دموکراسی نداره. نمیذاره بیننده‌ای که تماس میگیره کامل حرفش رو بزنه، یا قطعش میکنه. نه قطعش نمیکنیم. قطعش نمیکنیم. اینجا اینجا شما هر کلمه‌ای و هر جمله‌ای آقای موسی، اینجا شما هر کلمه‌ای و هر جمله‌ای که حرف بزنید باید با سند و مدرک حرف بزنید. اول اومدید گفتید اروپا گفته که ما فداکاری میکنیم، اول واکسن نمیکنیم، نمیزنیم، خاورمیانه واکسن بزنند. حرف نادرستی. من نمیتونم اینجا بشینم و سخن نادرست گوش کنم. حرف دومتون این بود، باز هم حرف بدون سندی و بدون دلیلی، که کسانی که میگن واکسن بیارید واکسن نزدند. حالا کسانی که خارجن، شما که اعتراض دارید که واکسن زدند یا نزدند. کسانی که داخل ایران هم امکان واکسن زدن ندارند. در نتیجه هر جمله ای هر صحبتی که بکنی اینجا جوابتون میدیم. آقای موسی، خب آقای موسی قطع شد یا قطع کردن. آقای ساسان از آذربایجان شرقی، درود بر شما. آقای ساسان بفرمایید. سلام، خسته نباشید آقای توشابی. درود بر شما، سلامت باشید. آقای ساسان بفرمایید. آقای توشابی، من حسن این بود که درست کارشناسانی که دعوت میشه به شبکه کلمه نظر خودشون رو میگن، منتها شما وقت میدید. وقتی شما وقت میدید به اون آقا صحبت میکنید، یعنی تا حدودی حرف اونا رو چیز میکنید، تایید میکنید. مثلا جناب آقای لاجوردی اومدن گفتن که اپوزیسیون شکست خوردن در مقابل این رژیم، مردم به ما بی اعتماد شدن، حزبمون با عمل میگه. من میگم چرا از اینا آقایون دعوت میکنید؟ چه اشکال داره؟ اگر ما آقای ساسان عزیز، اگر قرار باشد ما هم مثل خامنه ای فقط به کسانی اجازه بدیم که موافق ما حرف بزنند، خب ما با خامنه‌ای فرقی نمی‌کنیم، ما یکی میشیم. در نتیجه در شبکه جهانی کلمه دیدگاه‌های سیاسی مختلف، دیدگاه‌های مذهبی و دینی مختلف، افکار و اندیشه‌های مختلف آزادند حرف بزنند، نقد میشه، صحبت میشه، گفتگو میشه. به نظر من شما نباید نگران این موضوع باشید آقای ساسان. خب الان خود شما، الان اون آقایی که زنگ زده بود اومد گفت که علمای اهل سنت در مورد این واکسن چون مخالف بودید، گفتید که اون یه عالم بیش نیست، اونا بی اعتبار سخنان. نه من نگو آقای ساسان من میگم ایشون از افرادی اسم گرفت که بنده اصلا نه اسمشون شنیدم و نمیشناسم. بنده گفتم که مراجع فقهی اهل سنت معروفند، مشهورند، مطرحند، سایت وبسایت دارند، جایگاه دارند، فتوای رسمی دارند، صحبتشون رو منتشر میکنند. شما از این موارد نمیتونید بیارید. حالا مثلا میایید یک ملا یا یه مامستار یا اسم میگیرید که یا بنده اطلاعی ندارم ایشون کی هست، یا نمیدونم که ایشون این حرف زده یا نزده، یا کجا این حرف زده. خب اینها مسئله هستند. بالفرض بر این که یک ملا هم که من نمیدونم البته، ولی فرض بر این بگیریم که یک ملایی از یک روستا، از یک جا، از یک شهر، از یک منطقه هم یک حرفی زده باشد، آیا اینه میشه پای فتوای علمای اهل سنت گذاشت؟ خیر، آدم باید انصاف داشته باشه. جریان اهل سنت، علمای اهل سنت، مراکز اهل سنت در ایران معروفند، مشهورند، وبسایت دارند، تلگرام دارند، کانال تلگرامی دارند، کانال و همه چیز مشخصه. در نتیجه اینطوری شما نیایید مثلا سخنان غیر واقعی رو خواسته باشید واقعی جلوه بدید. آقای توشابی. بله. پس طبق منطق شما یک عالم اهل سنتی که شما خودتون قبول دارید، خب قبول دارید که مولوی عبدالحمید همه قبول دارن در داخل ایران، قبول دارید یا نه؟ نه، هیچ چنین چیزی وجود نداره. شما چرا یک چیزی میخواید آقای ساسان به ما تحمیل بکنید؟ مولانا عبدالحمید رو ما اهل سنت به طور کلی به عنوان یک شخصیت و یک عالم برجسته اهل سنت قبول داریم، ولی معصومش نمیدونیم. اگر حرفی بزنه مولانا عبدالحمید که خلاف سنت باشه، خلاف قرآن باشه، ما معتقدیم که اشتباه کرده و ازش نمیپذیریم. همون طوری که اگر امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل که خیلی بالاتر از مولانا عبدالحمید هستن، ما اونها رو معصوم نمیدونیم و در کل مسائل ازشون پیروی نمیکنیم. هر کجا معتقد باشیم جایی خلاف قرآن و سنت حرف زدن، ازش پیروی نمیکنیم. این خیلی واضحه، خیلی روشنه. ولی احترامشون به عنوان اینکه عالمند، به عنوان اینکه رویکرد عمومیشون درست هست، برای ما واجب هست.
جناب آقای تشابی. بله. این جسارت بزرگ به مولوی عبدالحمید شما، آیا این قرآن و سنت رو نه قرآن و اهل سنت شما اشتباه فکر میکنید. اهل سنت معنیش این هست که پیرو سنت پیامبر هستند و بر سنت پیامبر سخن هیچ کسی رو ترجیح نمیدهند. اگر مولانا عبدالحمید هم در موردی سخنش اشتباه باشه که قطعا اینطوری میشه، معصوم نیست. همونطوری که امام ابو حنیفه معصوم نیست، همونطوری که امام شافعی معصوم نیست، همونطوری که امام احمد بن حنبل معصوم نیست. اهل سنت تقلید 100% غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسی ندارن. و اگر در یک مسئله، در دو مسئله، در ده مسئله، مثال برات بزنم، شاگردان امام ابو حنیفه، امام محمد و امام ابو یوسف در ده ها مسئله با امام ابو حنیفه مخالفت کردند، یعنی به ابو حنیفه بی ادبی کردند، بی تربیتی کردند به ابو حنیفه، نه گفتند احترامش حفظ محفوظ، ولی در این مسائل رأی ما فرق میکنه، ما رأی ایشون رو قبول نداریم. امام شافعی رحمه الله اومده در برخی از مسائل بعد از امام ابو حنیفه با ایشون مخالفت کرده، یعنی بی ادبی کرده به امام ابو حنیفه، نه گفته من معتقدم که در این مسائل ایشون اشتباه کرده. همینطور اگر فردی طالب علمی، عالمی، عالم دیگر، دعوتگری، دعوتگر دیگر معتقد باشه که در این مسائل اشتباه کرده، بی ادبی بهش نیست. آقای دوشاوی. بله. پس طبق حرف خود شما من عرض میکنم، طبق حرف خود شما وقتی مولوی عبدالحمید اشتباه میکنه، شما گفته خیلی هم اشتباه داشته، خود شما تا حالا اشتباهتون رو قبول کردی؟ نه، ما هیچ اشتباهی رو از هیچ کس نمیپذیریم. خب آقای ساسان ببینن از اکتفا میکنیم، من فکر کنم مسئله واضح و روشن هست و بینندگان عزیز میدونند که این نوع بینندگان وقتی که میان به دنبال چی هستند. نزد ما اهل سنت کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر. هذا القبر اونطوری که امام مالک رحمه الله، مالک بن انس در کنار قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایستاده بودند و فرمودند هر شخصی از سخنانش پذیرفته و رد می‌شود مگر صاحب این قبر، یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، که همه سخنانش پذیرفته هستند. بیننده بعدی رو می‌شنویم یا پیام واتساپی. آقای احمد از ایران، سلام بر شما آقای احمد، بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. استاد من سوالی داشتم، من خیلی وقت پشت چیز پشت ای بودم، با عرض معذرت بفرمایید. من سوالم این بود، ممنون میشم در مورد قضیه تاریخی که شما در زمینه تاریخ اطلاع دارید. استاد اولین این که هر مسلمانی که در ایران زندگی میکنه اولین باید به خاطر نعمت اسلام خدا را شکر کنه، واقعا شکر گزار خداوند باشه به خاطر نعمت اسلام. ولی الان ماده ادعا اومدن داریم تاریخ اسلام رو به تحریف میکنن و میگن متاسفانه افتخار نکنید برید مثلا شما مسلمان شدید و فلان، افتخار نکنید که مثلا نیاکان شما مسلمان شدن، اسلام رو قبول کردن. اومدن میگن متاسفانه اسلام شما با زور شمشیر اعراب، مثلا آقای شهر همایون در چه کانالی که اومدن مطرح کردن که شما نیاکان شما با زور شمشیر اعراب مسلمان شدن. خواستم ببینم بیزارت در مورد اصل مثلا مسلمانانی که در ایران بودن اسلام رو قبول کردن، مسئله تاریخ چجوری بود که آیا واقعا چنین چیز صحت داره که آقای شهرمان اومدن یا بگوید و گفتن که به خاطر زور شمشیر اعراب اومدن اسلام رو قبول کردن، یا حتی میگه قرآنی که الان در دست شماست رو ایرانی ها نوشتن. به خدا شاهده قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک در تاریخ اقواست، نه که عرب یا عجم یا فارس. ولی خواستم بدونم که در این زمینه در نوشتن قرآن واقعا صحت داره که قرآن رو ایرانی ها نوشتن، اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود که قرآن یا صحابه مثلا نوشتن جمع آوری کردن. متشکر آقای احمد. اسلام ایرانی هم صحبت بکنه. متشکر، خدمت شما توضیح میدم آقای احمد. نه، در اسلام لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین وجود ندارد. مسلمانان حق ندارند کسی رو مجبور بکنند که دین اسلام رو بپذیرد. در دوران عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هم ساسانیان مثل این که الان خامنه ای شیطنت میکنه، در کشورهای عربی دخالت میکنه، جنگ و خونریزی به راه میاندازد، میخواهد به زور از نشر و گسترش اسلام جلوگیری بکنه. و ببینید در سوریه مساجد رو خراب میکنند، حسینیه درست میکنند، در عراق همین کار میکنند، جنایت میکنند. اون موقع هم ساسانیان اینگونه مشغول جنایت در یمن، در عراق و در این مناطق بودند. عمر ابن خطاب تازه اصلا نمیخواست به ایران حمله بکنه، گفت کاش که بین ما اینها یک آتش، یک دیواری از آتش میبود و به ما دسترسی نداشتن. ولی از بس که اینها شیطنت کردن، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه حمله کرد، پا
پادشاهان ظالم ساسانی و جنایتکار رو که به ایرانیان ظلم میکردن، ستم میکردن، مثل اینکه خامنه ای امروز به مردم ایران ظلم و ستم میکنه، ساقطشون کردن و مردم ایران رو آزاد گذاشتن تا خودشون دین و اعتقادشون رو آزادانه انتخاب بکنند و ایرانیان یک دفعه مسلمان نشدند. اندک اندک با اخلاق و رفتار خوب مسلمانان رو که دیدند و مشاهده کردند مسلمان شدند. مردم اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان در جهان با چی مسلمان شدند؟ با اخلاق تجار مسلمان. مردم مالزی، مردم خاور دور، خیلی از جاها. در نتیجه این مقوله مقوله غلطی است. در رابطه با دوم قرآن، اگر ایرانیان هم مثلا کسی مانند سلمان فارسی در کتابت قرآن شریک باشه، ما هیچ تعصبی نشون نمیدیم، ولی واقعیت این است که قرآن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشد، کاتبان وحی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند، من جمله ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم، معاویه و خیلی کاتب وحی و قرآن رو می نوشتند. و در دوران ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ابوبکر، زید بن ثابت و مجموعی از صحابه رو که همشون عرب بودند مسئول جمع‌آوری و نوشتن قرآن قرار داد. و در دوران عثمان هم همون قرآنی رو که در دوران ابوبکر تهیه شده بود نسخه برداری کرد و به جهان رسوند. ولی همون حرف شما درست هست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر یک فارس بیاید، ما محدثین ما اکثر قریب به اتفاقشون ایرانی هستند. امام بخاری از بخاراست، امام مسلم از نشابوره، نسائی از خراسان هست و بقیهشون، ابن ماجه از قزوین هست، ابو داوود از سیستان هست و ما تعصبی نداریم. ایرانیان هم خدمت کردند، کارهای خوبی انجام دادند. الان مسلمانان عرب احادیثشون رو از همینا میگیرن، از امام بخاری میگیرن که مال بخاراست، از امام مسلم نشابوری میگیرن، از ابن ماجه قزوینی میگیرن، از ابو داوود سیستانی میگیرن، از امام نسائی میگیرن که مال نسا و خراسان و ماور و نهر و این قسمت هاست. تعصبی در این زمینه وجود نداره. خب بیننده بعدی رو میشنویم. آقای ایمان از تهران، درود بر شما. آقای ایمان بفرمایید. درود، خسته نباشید. سلامت باشید. یه سوالی من داشتم خدمت شما که کارشناس مسائل اسلام هستید، میخواستم بدونم شما به چه جرأتی میگید که آقا اسلام دین برتر وقتی بعد از 1400 سال هنوز نتونستید مشکلاتتون رو با هم حل کنید. شما الان نگاه کنید، الان تو آمریکا اینا مسیحی هن. اما یه انتخابات برگزار شده، چقدر راحت قدرت از این فرد به اون فرد انتقال بده کرد بدون هیچ درگیری، بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ خدمت شما عرض کنم حرف و حدیثی. آخه شما مسلمان بعد از 1400 سال هنوز اون میگه اجازه بده تا یه مقداری صحبت کردید جوابش بگیر بعد ادامه بده، استدلال دیگه بکن. اسلام از زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تا کنون 1400 سال، از اسلام بیشتر از 1400 سال گذشته. در بسیاری از مقاطع تاریخ مسلمانان قدرت رو سلامیز با انتخابات رد و بدل کردند و اساس اعتقاد مسلمانان هم این هست که حکومت با انتخابات هست و با انتخابات رد و بدل میشه. اما در مقاطعی از تاریخ هم مسلمانان دچار بحران بودند، دچار مشکل بودند، به این معنی که قدرت مسالمت‌آمیز و با انتخابات رد و بدل نشده و اشکالات زیادی هم در این زمینه پیش اومده. آیا شما می توانید یک دین رو که در مقاطع زیادی از تاریخ مسالمت‌آمیز با انتخابات، با تمدن، با پیشرفت، با علم سر و کار داشته و پیشرفت کرده، حالا در مقاطعی من جمله در زمان حالا که می دونید شما که خلافت عثمانی، حکومت عثمانی در جنگ جهانی اول ساقط شد، وگرنه تا اون موقع یا ابرقدرت بزرگ بود و در دنیا حرف برای گفتن داشت، چه در مباحث علمی، چه در مباحث نظامی و چه در مباحث مختلف. ولی بعد از اون که ساقطش کردن، مسلمانان دچار بحران شدن. حالا آیا شما می توانید یک دین، یک مذهب، یک ایدولوژی رو که صدها سال اجرا شده، تمدن ایجاد کرده، حالا دچار مشکل شده، شما بگید باطل هست؟ من میگم نه، برای اینکه ما میتونیم بگیم الان مسلمانان مشکل دارند، دشمنان اسلام قوی شدند، مسلمانان ضعیف شدند، مشکل دارند، نمیتونند اون انتخابی رو که در اون زمان اجرا شد اجرا بکنند. ولی به زودی این بر میگرده. آقای ایمان بفرمایید.
الان شما فرمود انتخابات آزاد، تو کدوم از این کشورهای الان اسلامی انتخابات آزاد در برابر داره؟ در هیچ یکی از کشورهای اسلامی انتخابات آزاد برگزار نمی شود و هیچ کدومشون اجازه بده. آقای ایمان اجازه بده در هیچ یکی از کشورهای مسلمان تقریبا میشه گفت که انتخابات آزاد برگزار نمیشه و این نقص به مسلمانان برمیگردد نه به اسلام. همونطوری که مثلا فرض کنید به عنوان مثال بهت میگم ایران اسمش جمهوری هست ولی جمهوری نیست، برای اینکه خمینی نمیگذاره جمهوری اجرا بشه. عیب در کسانی است که میخوان جمهوریت رو اجرا بکنن، جمهوریت رو درست اجرا نمیکنن. یا مثلا در فلان کشور دیگه هم اسمش جمهوری فلان کشور هست ولی اجازه نمیدن جمهوریت اجرا بشه. در نتیجه همونطوری که در ایران جمهوریت اجرا نمیشود و ما نمیگیم عیب از جمهوریت هست، میگیم عیب از خامنه ای است، از دار و دسته اش هست، و ایران میگه من اسلامی هستم و ما نمیگیم عیب در اسلام هست، میگیم عیب در خامنه ای هست که اسلامش غلط هست. در مسلمانانی که هم انتخابات رو برگزار نمیکنند عیب و اشکال کار از اونهاست که اون چی که اسلام گفته اجرا نمیکنند و بهش عمل نمیکنند و این عیب در اسلام نیست. اصلا انتخابات اصلا کلا برگزار نمیشه، اینا که ادعای مسلمانی دارن چه؟ نه اگر کسی ادعای مسلمانی داشته باشه، آقای ایمان، اگر کسی ادعای مسلمانی داشته باشه ولی به 10 تا از احکام اسلامی عمل نکنه آیا کافر میشه؟ نه. خوارج میگن کافر میشه ولی داعش میگه کافر میشه، ولی دیدگاه ما اینطوری نیست. یعنی اگر مثلا یک آدم مسلمان هست، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی در عوض مثلا فلان گناه هم میکنه، فلان معصیت هم میکنه، فلان خلاف هم میکنه، این کافر میشه؟ کافر نیست، مسلمانه، ولی مسلمانیه که مشکل داره. خب میدونم این چه دینیه که اصلا طرفدارش اجراش نمیکنه، بس این معلومه دین نه این دین رو دوست عزیز شما قاطی میکنید. اگر یک دین هرگز در تاریخ اجرا نشه مثل دین شیعه، این بر حق نیست، برای اینکه یک بار در تاریخ هم اجرا نشده. اون یک بار که اجرا شده الان خامنه ای اجراش کرده که این همه مصیبت آورده. اما دین اسلام که دین 90-95% جمعیت مسلمانان جهان است که اهل سنت هستند، اون در مقاطع تاریخ از 1400 سال تا حالا صدها سال اجرا شده، خیلی خوب هم اجرا شده، تمدن ایجاد کرده، بزرگواری ایجاد کرده، پس بر حق است. یک دین وقتی یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار در تاریخ اجرا بشه، از دوباره هم قابل اجرا شدن داره و بر حق است. ترشابی پس چرا این مشکلات رو کشورهای غربی ندارن؟ برای کشورهای غربی هم داشتن. کشورهای غربی، شما برید کشورهای غربی قبل از اینکه این دموکراسی های فعلی، لیبرال دموکراسی در اونجا جا بیفته، اونجا کشتار بوده، جنگ بوده، غارت بوده. شما برید تاریخ آمریکا رو نگاه بکنید، برید تاریخ اروپا رو نگاه بکنید، قرون وسطا رو نگاه بکنید که چقدر جنایت بوده، چقدر جنگ بوده. الان هم تازه الان فکر میکنید اروپا گل و سنبل هست؟ حالا درسته که در اونجا یه مقدار حقوق بشر رعایت میشه، یک سری محاسنی داره، خوبیهایی داره، اما اینها دستشون به خون همین مسلمانان آلوده هست. مگه همینا نبودن که افغانستان این همه آدم کشتن، در عراق این همه آدم کشتن، در سوریه دارن این همه آدم میکشن، در آفریقا دارن آدم میکشن برای پول، برای کاسی بیدن، چون هم جنایتکار هستن. حالا درسته که در داخل خودشون یه مقدار حقوق بشر رو رعایت میکنن. خب خدایا رو نگهدار. آقای ایمان، دوستان اتاق فرمان هم حتی معترض شدن، میگن شما دیگه خیلی طولانی با ایشون صحبت کردید. خدایا رو نگهدار. آقای ایمان، بیننده بعدی رو میشنویم. آقای سعید از تهران، درود بر شما. آقای سعید بفرمایید. درود بر شما آقای سعید بفرمایید. خب قطع شدید، اجازه بدید که نوبت واتساپی هاست که من چند تا پیام واتساپی هم خدمت شما بینندگان عزیز پخش کنم. آقای ترشاوی سلام بر شما. سلام بر شما. در صحیح مسلم صفحه 47 روایت 112 می فرماید که و من ادعا ما لیس له فلیس منا، هر کس چیزی رو ادعا بکنه که برای اون نیست و مال اون نیست از ما نیست. ولی تبوع مقعده من النار، و جایگاه چنین کسی جهنم هست. جناب ابن دقیق العید در احکام الاحکام جلد 2 صفحه 209 هم گفتن که اینکه چیزی رو ادعا میکنه که مال خودش نیست، همه چیز رو مخصوصا دعاوی مالی رو شامل میشه. گفته که دعو المال به غیر حق. خب الان سوال این هست که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فدک رو قطعا طلب کردند از خلیفه دوم، آیا این طلب و ادعای ایشون حق بود یا نبود؟ اگر حق بود
پس هر کس که مال فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نداده و غصب کرده مشمول این روایت میشه که فرمود ولیتبوأ مقعده من النار. و اگر حق حضرت زهرا نبود، پس اون وقت حضرت زهرا ادعای ناحق کرده و جایگاه جهنم میشه، در حالی که پیامبر فرمود حضرت زهرا سیده زنان اهل بهشت است. الان حق با کی بود؟ متشکر. سوال بسیار جالبی است، ولی من یک توضیح بدم در پاسخ این سوال که مطلق گرایی دیدگاه خوارج هست، دیدگاه داعش هست، دیدگاه گروه های تکفیری است. وقتی که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه حکمیت رو قبول کرد، خوارج گفتن ان الحکم الا لله، حکم از آن الله هست، شما چرا حکمیت کسی دیگه رو قبول میکنید؟ ظاهر حرفشون خیلی درسته، ظاهر حرف خوارج درسته، حاکمیت از آن الله هست، اما عقلشون پایین بود که اون حاکمیتی که از آن الله هست اینو باید بشر اجرا بکنه، انسانها باید اجراش بکنن. در نتیجه نوع مطلق گرایی شما بیننده، میخوام اینو به شما بگم که نوع مطلق گرایی شما شبیه خوارج هست، شبیه داعش هست و شبیه گروه های تکفیری است. و ما در اسلام چنین مطلق گرایی نداریم، بلکه خدا در روز قیامت هم بالانس میکنه. به معنی چی؟ به این معنی که مثلا اگر مسلمانی در روز قیامت نزد خدا حاضر بشود که 50 تا 40 تا مثلا بدی داشته باشد، 60 تا نیکی داشته باشد، نیکیهایش بر بدیهایش به چربند، اونو وارد بهشت میکنه. شما میگید، میخواهید بگید که یک امر اجتهادی که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها معتقد بود که فدک مال من هست و ابوبکر صدیق و ادعا کرد و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که این مال بیت المال هست و به همون صورتی که پیامبر رفتار میکرد من اونگونه رفتار میکردم. حالا شما میخواهید بگید حدیثی هم هست که اگر کسی چیزی ادعا بکند که ازش نیست جهنمی است. شما بگید طبق این حدیث یا ابوبکر جهنمی هست یا فاطمه جهنمی هست. این یعنی داعش، این یعنی داعش، این یعنی تکفیر، این یعنی خوارج. نگر شما اینطوری نیست. ما معتقدیم که حدیث هم در سر جای خودش درست هست. فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها اجتهادش این بود، این حدیث مال کسی است که مطمئن هست که این کتاب مال من نیست، مطمئنه که این کتاب مال من نیست، ولی ادعا میکنه که مال من هست. چنین کسی بله، فلیتبوأ مقعده من النار. اون هم البته اگه بعدن توبه نکنه، حسنات دیگرش این بدیش از بین نبرن، شرایط خاص خودش داره. اما اگر من فکر میکنم که این کتاب مال من هست، در واقع مال من نیست، ولی من فکرم اینطوریه که مال من هست، در دلم هم باور دارم که مال من هست و ادعا میکنم، این که جهنمی نمیشه، این که حقش داره ادعا میکنه. و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چه به حق و به چه به ناحق اگر در مورد فدک فیصله بکنه هم جهنمی نمیشه، برای اینکه ایشون بر اساس فکر و بینش خودش به حق فیصله کرده. و بعدش اگر اینطوری باشد باید علی هم علیاذ بالله خاکم بدهن جهنمی باشه، برای اینکه ایشون هم فدک رو به فرزندان فاطمه نداد و جنایت کرد و ظلم کرد. خب بیننده بعدی رو میشنویم. آقای رحیم از ورامین، درود بر شما. آقای رحیم بفرمایید. سلامت باشید آقای رحیم، در خدمت شما هستم، بفرمایید. دموکراسی یعنی چی؟ بله؟ دموکراسی یعنی چی؟ شما توضیح بدید. آتا ناکنه من میگم دموکراسی یعنی چی که شما جواب میدید، ولی همینطورا میخوام اینا به شما بگم که شبکه کلمه دموکراسی نداره، آزادی بیان نداره. وقتی کسی حرف میزنه شما یا وسط حرفش میاد، یا الان من چون گفتم دموکراسی شما 100% منو قطع میکنید، چون این اتفاق بین بیننده های آقای رحیم زد... آقای رحیم ما اگر قرار بود شما رو قطع بکنیم وصل نمی کردیم. اجازه بده آقای رحیم از این پروپاگاندا و تبلیغات خودداری کن، حرفت رو بزن، اگر حرفی برای گفتن داری حرفت رو بزن، با کلمات بازی نکن، قطع میکنید. دموکراسی یعنی چی؟ فلان یعنی چی؟ آقای رحیم سوالت بپرس، مطلبت بپرس، اگه حرفی برای گفتن داری. آقای ترشابی بله. من گفتم دموکراسی فقط روزی تحت آمازانه. شما بیه درباره اسدی نیا و نفکشش اول یه
توضیح کامل به من بدید که ما بدونیم این اتفاق نفتکش کلمه. خب حالا اینو من توضیح میدم. باشه، موضوع نفتکش رو و اسدی نیا رو اجازه بده آقای عزیز، موضوعی که شما مطرح میکنید من توضیح میدم. صحبتی دیگه هم دارید برای گفتن؟ برای جنایت های علی خامنه ای هم صحبتی دارید؟ برای اینکه علی ابن ابی طالب یک بار در زندگیش هم ادعای امامت الهی نکرد و آخوندها دین درست کردن، هم حرفی دارید؟ برای اینکه علی ابن ابی طالب یک دفعه غیر خدا رو صدا نزد، حسینیه درست نکرد، خمس نگرفت، صیغه نکرد، در این زمینه هم حرفی دارید؟ صحبت کنید آیتور شبیه. بله، شما بیاید درباره نفتکش کلمه، درباره آقای عزادی نیا صحبت کنید. چرا میتونید این موضوع باشه دیگه؟ باشه، من میپردازم به این موضوع، هم میپردازم به این موضوع، هم میپردازم. عرض به حضورتون که آقای رحیم یک حرفی آقای اسد نیزیا زده مبنی بر اینکه مثلا فلان کش نفت کشی داشته و کاری انجام میداده. حالا این حرف این شخص در عرف منطق، در عرف عقل، در عرف شرع میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. اگر درست باشه ایشون با دلیل بیاره، حجت بیاره که آقا به این دلیل حرف من درسته، وگرنه اساساً حرفش نادرست هست و کسی ازش نمیپذیرد. در نتیجه چون یک نفر یک سخنی رو مطرح کرده و هیچ دلیل و حجتی رو هم بر حرف خودش مطرح نکرده، ازش پذیرفتن نیست. خیلی واضحه، خیلی روشن هست. آقای رحیم؟ معلومه. شما نها کنید، وقتی همه دارن میگه نفتکش کلمه، نفتکش آقای اسدی نیا، شما خب. با حرف از آقای اسدی نیا خب آقای رحیم، اگر کلمه نفتکشی هم داشته باشد هیچ اشکالی ندارد. نفتکشو که ندزدیده، مثل خامنه ای که دکل نفت هم گم شد و دزدیدن که ندزدیده. اختلاس های میلیاردی که در ایران صورت میگیره شما به فکر اونا باشید. فرض کنید، فرض بر این بگیرید که نفتکشی وجود داشته باشه، مال کلمه باشه، مال فلان شخص باشه، اشکالش در کجاست؟ آقای رحیم؟ آقای توشو یعنی قد میخواد کنه، میگم که شبکه کلمه بودش اینقدر زیاده که تونستی یه نفتکش داشته باشه. چه اشکال داره؟ شما موتو به غیظکم از خشمتون بمیرید. قرآن کریم هم درباره صحابه وقتی که حرف میزنه میگه اینطوریه، میگه لیغیظ بهم الکفار، تا کافران از خشمشون بمیرند به خاطر رشدی که صحابه کردند، به خاطر ایمانی که داشتند، به خاطر دینی که گسترش داشتند. حالا اگر دیدگاهتون درست باشد که شبکه کلمه نفتکش دارد، موتو به غیظکم، از خشمتون بمیرید. و ما که میگیم ما نداریم، شما که میگید ناراحت باشید، خشمگین باشید و در اون خشمتون بمیرید. خب، خدا یارو نگهدارت و وقت کمی ما داریم. من یک پیام کوتاه پخش بکنم. سلام آقای تشابی عزیز، سلام هستم از کردستان. درود آقای تشابی، خیلی ممنون از شما و از تمام دستاندرکاران شبکه کلمه. برنامه‌تون بسیار زیبا و آموزند است، خدا شما رو حفظ کنه. آقای تشابی اگه میشه یه شماره مثل سیگنال بذارید که واتساپ فکر نکنم جای چندان مطمئنی باشه. بازم از شما ممنون، خیلی خیلی شما رو دوست داریم، خیلی ممنون. متشکر و ممنون بیننده عزیز. خب حتما مسئولین شبکه و اتاق فرمان شنیدن، البته پیشنهاد خوبی است که در کنار واتساپ شماره از سیگنال باشه، ولی خب من شنیدم سیگنال رو در ایران فیلتر کردن، ولی به هر حال شاید جای مطمئن‌تری باشه. ممنون و متشکر از شما همه بینندگان عزیز در این برنامه ما رو همراهی کردید. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون. تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فهموا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا